صورت مسئله رو اینطور نگاه کنیم که الان جمهوری اسلامی از ناحیه کشورهای اروپایی تحت تحریم‌هایی قرار گرفته که نه عنوان حقوق بشری دارند، نه عنوان هسته‌ای، بلکه تحریم‌هایی بابت مسئله ورودش در جنگ اوکراین این تحریم‌ها وضع شده. خب اتحادیه اروپا وقتی که این تحریم ها رو وضع کرده، موضوع ساده ای رو موضوع رو ساده نگاه نکرده، که یعنی میخوام بگم که شواهد قوی در دستش هست. حالا هم که جمهوری اسلامی میخواد انکار کنه، نگاه کنه سطح انکاری که میشنویم، تکذیبی که انجام میدن، چیزی فقط در حد سخنگوی وزارت خارجه یا خود وزیر خارجه است و بیش از این نیست. به عبارت دیگه میخوام بگم که شما نمیبینید در سطح کلان تکذیبی از توی مقامات عالی کشور بید. مثلا رئیس جمهور یا خود رهبر جمهوری اسلامی نمیشنوید. این رو از این زاویه میگم اهمیت داره که شما از زاویه دیگه نگاه کنید. آقای پوتین به تهران دعوت میشه و به گرمی مورد استقبال قرار میگیره. آقای خامنه ای شخصا دست در دست او لبخند میزنه. روشن هستش که و در اون سخنرانی، در اون گفتگو هم در مورد جنگی که رخ داده گفت که ابتکار عمل رو شما به دست گرفتید، وگرنه آمریکایی ها حمله رو آغاز میکردن. خب اینو وقتی میگذاریم در کنار شواهدی که در دست هست مبنی بر فروش پهپادهایی که به روسیه اتفاق افتاده، همه اینا رو هم جمع بندی کنیم، آقای زلنسکی سخن مهمی رو اون هم در سخنرانی خودش در کنگره توصیف کرده که دو کشور، دو نظام سیاسی تروریستی دست به این اقدام زدن که کشور او رو مورد حمله قرار بدن.